سلام، احوالات شریف چطوره؟ خوبی؟ آقا ساندیز خوری گله های ولایت تو روز 22 بهمن تموم شد، اما زهرخوری سیدعلی همچنان ادامه داره. جماعت جام زهری هر جا میرن شروع میکنن به چسبوندن نمایش 22 بهمن به دنب مذاکرات. مثلا این یارو الاغچی رو سی کنی؟ بنده و همکارانم و جناب دکتر ظریف واقعا مواجه شدیم با ابراز لطف و محبت سرشار مردم که نصیب ما میشد و قوت قلبی که ما میدادن. مسلما این حضور پرشکوه که پشتوانه اصلی نظام جمهوری اسلامی ایران هست، پشتوانه ما هم در مذاکرات خواهد بود. بابا زهرخوری که دیگه پشتوانه نمیخواد هویج فرنگی. حالا همه اینا رو ول کن، سوال آنتیک تیویریشو بچسب. اگر احیانا مثلا این مذاکرات به نتیجه‌ای که میخواییم بهش برسیم نرسیم، آیا امکان داره که دو طرف سر از انجام تعهداتشون باز بزنن و دیگه پیگیری نکنن؟ خواهش میکنم اگر امکان داره یه مقداری سریعتر بفرمایید این مشکل و این سختی کار چیه؟ یعنی واقعا آیا اهدافمون با هم دیگه متفاوت هستش یا مسیر گفتگو خیلی ناهمواره؟ مسیر گفتگو ناهموار نیست، مسیر روده سیدعلی واسه هضم زهر ناهمواره. خب الاغچی نظرت چیه؟ اگه مذاکرات پیچ بخوره تو و ولی فقیه پیچ میخوری یا نه؟ طرحت چیه؟ ممکنم هست که نه به این نتیجه برسیم که واقعا تمایل و اراده جدی در طرف مقابل وجود نداره برای رسیدن به تفاهم. در اون صورت هست که به هر حال بعد از اتمام گام اول به هر حال برمیگردیم به نقطه‌ای که الان در اون هستیم. باز که گیت زدی الاغ چی؟ ببین زهر زده رگ و پی ولایت رو پیچونده به هم. این که دیگه برگشتن به نقطه‌ای که اون موقع بودی و نقطه‌ای که الان هستی نداره که. بابا جواب این ریزشی‌های دونه درشت نظام رو چی می‌خوای بدی؟ من امیدوار هستم که لازم را برای یعنی دولت مردان ما بایستی احتمالات و سناریوهایی که ممکنه این متوقف بشه، ممکنه با شکست مواجه بشه، باید ببینیم اونا چه برنامه برای ما دارن، ما با چه برنامه باید برای اداره کشورمون، اداره ملتمون، اداره سرزمینمون، اداره اقتصادمون باید داشته باشیم. بفرما سردار سرتشتک بوی الرحمن ولایت رو زودتر از همه شنیده. حالا ببینیم این که از شیخ فری برنامه میخواد برنامه خودش چیه. امریکایی ها میدونن ضعف های بزرگی دارن امریکایی ها، بالاخره این نیروهاشون که اطراف ما دارن همشون آسیب پذیر هستن، هم سیاسیونشون میفهمن این را، هم نظامیانشون کاملا میفهمن که این نیروهاشون کاملا در دام ایران هستند، هدف ایران، سیبل ایران هست. اوه 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 او. خیلی ترسناک شد. حالا یه تیکه از این قدرتتو نشون بده ببینی. قدرت ما بهش میگیم وزن ژئوپلیتیکی یا قدرت نفوذ ایران از خلیج فارس تا دریای مدیترانه کشیده شده، یعنی محور ایران، عراق، سوریه و لبنان کنار مدیترانه. این قدرت نفوذ ایرانه، اونا نمیتونن با این قدرت نفوذ. این قدرت هم یک قدرت نرمه، یک قدرت سیاسی و فرهنگی است. خب همینه دیگه، وقتی پاسدار بریده ای مثل این رحیم صفوی قرار باشه عربده کشی را بندازه، نتیجهش همین میشه. پارسش به جای پارس خوابیده میشه پارس بریده یا پارس لهیده. جان کلام اینه که نرم برید، صفر برید، برنامه داشته باشید یا نداشته باشید، هر غلطی بکنید النهایه شرشور زهره و بیا خالدون ولایت. کوسه امشب مثل هر شب جام زهر تو دستمه، یه گیلاسی خوردم بستمه، یه گیلاسی خوردم بستمه، یه چشم به تحریما چشم دیگن به هستمه، یه گیلاسی خوردم بستمه، یه گیلاسی خوردم بستمه، من یه تلسف شکستم آخر عقب نشستم، چلون کنم اساسی